Warhol, scene one, take one. وقتی اندی وارهول در سال 1964 در کارگاه معروفش که بهش فکتوری یا کارخونه میگفت رو باز کرد، همه در جهان هنر او رو میشناختن. او هم تصویر کالاهای مصرفی روزانه و ستاره های هالیوود رو وارد دنیای هنر نخبه کرده بود و همین که جایگاه آمریکا در جنبش هنر پاپ رو تثبیت کرده بود. اما بازگشایی کارخونه وارهول فصل تازه‌ای در هنر مدرن رقم زد. او با دوربینش هم صحنه فیلم‌های زیرزمینی نیویورک رو تغییر داد و هم ستاره‌های جدید خودش رو به دنیا معرفی کرد. وارهول حتی تهیه کننده موسیقی راک اند رول شد. اما تاثیرگذارترین و مشهورترین محصول کارخونه او خود اندی وارهول بود. شخصیت کمگو و مرموزی که با کلاگیس سفید و طلایی، عینک آفتابی و پاسخ‌های کوتاه و بی‌تفاوتش شناخته میشه. Canadian government spokesman said that your art could not be described as original sculpture. Would you agree with that? Yes. Why do you agree? Well, because it's not original. You have just then copied a common item. Yes. Well, why have you bothered to do that? Why not create something new? Because it's easier to do. Well, isn't this sort of a joke then that you're playing on the public? No. It gives me something to do. خانواده اندی وارهول مهاجرایی بودند که از اسلواکی در اروپای شرقی به آمریکا آمدند. اسم او در اصل اندی وارهولا بود، ولی برای تلفظ ساده‌تر در آمریکا به اندی وارهول تغییرش داد. آدم ساکتی بود که در یک خانواده خیلی مذهبی بزرگ شد. رویای آمریکایی وارهول با محله بسیار فقیری در پیتسبورگ که گتویی برای اروپایی‌های شرقی بود شروع شد. وارهول در پیتسبورگ وارد دانشگاه هنر شد و کارش را با گرافیک تبلیغاتی و تصویرسازی مجله شروع کرد و در سال 1950 به نیویورک مهاجرت کرد. اما قبل از اینکه وارد جهان هنر نیویورک بشه، به یکی از موفق‌ترین تصویرسازهای کفش در اونجا تبدیل شد. And I got $13 a shoe. I had to think in terms of $13 every shoe, you know, so if they gave me 20 shoes to do for an ad, it was 13 times 20. But there wasn't some sort of message. I mean, there wasn't any message in you. No, there was no message. So there's no social thing about suddenly choosing Elvis Presley? No, could have been a shoe. Well, why? It first went through steps of painting. اول کارش رو با نقاشی شروع کرد. زمانی که در آمریکا نقاشی حرف اول رو میزد و اکسپرسیونیسم انتزاعی جنبش غالب هنری بود. همش صحبت از مقیاس نقاشی و ابعاد بزرگ بوم ها بود. اما مسئله اصلی برای وارهول تصویر بود. او با نشون دادن سوژه های معمولی و پیش پا افتاده شروع میکنه که گاهی طعنه هایی هم درونشون هست. مثلا در یکی از نقاشی های این دوره تصویری از یک نفر میبینیم که دماغش رو عمل کرده، انگار که در اون اصلاح بینی نامطلوب به بینی مطلوب رو میبینیم. تطبیق پیدا کردن با تعریف زیبایی بر مبنای اون چه رویای آمریکایی خونده میشه. و در نهایت به لحظه بزرگ آشنایی او با تکنیک سیلک سکرین میرسیم. راه حلی که باعث میشه بتونه از طریق اون دست خودش رو به عنوان نقاش از فرایند خلق اثر هنری حذف کنه. اینجاست که سراغ تصویرهای یافته در دوروبرش میره. این لحظه ای از تاریخ بعد از جنگ جهانی دومه که آمریکا به ابرقدرت تبدیل شده و انگار فرهنگ مصرفی به نوعی آزادی تبدیل میشه. این که شخصیت شما رو قدرت خریدتون تعریف میکنه، این اوج سرمایه‌داریه. وارهول با این ایده بازی میکنه و سراغ فرهنگ تصویری میره. او توانایی خیلی خوبی در تشخیص نمادهای این جهان تازه داره. مثلا میره سراغ بطری کوکاکولا که دیزاین خیلی شاخصی داره. کوکاکولا نماد آمریکاست و میشه گفت حتی نماد امپریالیسم آمریکاست که به تمام جهان صادر میشه.
یا مثلا جعبه های بریلو که به عنوان مجسمه از اونها استفاده میکنه. این زمانیه که هنرمندان نیویورک دوباره به ایده حاضر آماده های دوشان تمایل نشون میدادن. مارسل دوشان در اوایل قرن بیستم در کار مشهورش یک آبریزگاه یا توالت رو امضا کرد و در گالری نمایش داد. حاضر آماده های دوشان اشیای واقعی بودند که به جهان هنر وارد می شدن. اما وارهول تصمیم می گیره که محصولی رو نمایش بده که شبیه شیء واقعیه اما واقعی نیست. جعبه های بریلو وارهول ساخته دستن و با دقت روی اونا نقاشی شده. از این جهت جایی بین مجسمه، نقاشی و حاضر آماده های دوشان قرار می گیرن. وارهول از همین ایده شبیه سازی واقعیت در سیلک اسکرین ها هم استفاده می کنه. اما این تکنیک امکانات تازه‌ای رو برای اون فراهم می کنه. حالا اون می تونست از تصویرهای واقعی استفاده کنه، ابعاد اونا رو عوض کنه و از همه مهمتر تکرارشون کنه. وارهول حتی از نقطه ضعف سیلک اسکرین هم استفاده می کرد. در این تکنیک با هر بار چاپ تصویر کم رنگ تر میشه و سوژه های او رفته رفته رنگ و روشون رو از دست میدن. ما معمولا وارهول رو در ارتباط با فرهنگ مصرفی و نوعی حس تجلیل میبینیم، اما وجه تاریکی هم پشت کارهای وجود داره و یکی از اونا درگیری همیشگی وارهول با مسئله مرگه. او معمولا سراغ ستاره ها و اشخاص نامداری میره که داستان تراژیکی دارن، افرادی مثل مرلین مونرو و جکی کندی. مثلا در مرلین ها وقتی پورتری او رو میبینیم که در خاکستری محو میشه، مرلین مونروی رو به یادمون میاره که به عمر خودش پایان داد. و وقتی نگاهمون به سمت مرلین مونروی طلایی میره، او تبدیل به یک نماد میشه. انگار یه حاله مقدس دور این ستاره هالیوودی رو میگیره. و وقتی به سیلک اسکرین های جکی کندی نگاه میکنیم، تصویرهای از او قبل و بعد از ترور همسرش جان کندی رو میبینیم و لحظه وحشتناکی که او کنار همسر مقتولش نشسته و او ناگهان به مشهورترین بیوه جهان تبدیل میشه. وارهول با تکرار کردن این تصویرها در سیلک اسکرین ها دریافت ما از اونها رو تغییر میده، انگار که تجربه شخصی اونها رو به یک امر غیر شخصی تبدیل میکنه. همینطور نقاشی هایی که از فاجعه ها کشیده، مثل نقاشی خودکشی که واقعا وحشت آورن. حتی بعضی هاشون اینقدر ناراحت کنندن که نمیشه منتشرشون کرد، اما او تعمدن میخواد چیزی رو به ما نشون بده. انگار داره میگه این شاید چیزی نباشه که بخوایم بهش نگاه کنیم، ولی اینم بخشی از همون رویای آمریکایی و زندگی آمریکاییه. On the one hand, as a social being, I think he was quite a lonely person. او از نظر اجتماعی با وجودی که همیشه دور و برش شلوغ بود، آدم خیلی تنهایی بود. ولی از طرف دیگه در کار هنریش همیشه به همکاری و کار گروهی با دیگران علاقه داشت و اوج این رو میتونیم در فکتوری یا همون کارگاه وارهول ببینیم که جایی اسرارآمیزه و وارهول انگار شبیه یک مدیر اجرایی اونجا نشسته، در حالی که افراد مشهور و ثروتمند به اونجا هجوم میارن. سکس، مواد مخدر، موزیک دیسکو، راک اند رول، همه چیز اونجا اتفاق میافته و نماینده فرهنگ به خصوصی میشه که در اون دوران در آمریکا در حال ظهور بود و وارهول اونجا همیشه نظاره‌گر بود. نهایتاً وارهول اونجا چیزی شبیه به مرگ رو تجربه میکنه. یکی از اعضای فکتوری که بازیگری به اسم والری سولانز بود، در داخل ساختمون بهش شلیک میکنه. او انتظار داشت که وارهول از کارهای هنریش حمایت کنه و احساس میکرد که بهش خیانت شده و در نهایت به شکم وارهول شلیک میکنه. بعد از این ماجرا، حس نزدیکی مرگ تا پایان عمر وارهول باهاش باقی میمونه. زخمایی روی بدنش به او یادآوری میکنه مرگ در همه جا حاضره.
فکر میکنم یکی از کارهای سخاوتمندانه که هنرمندا میتونن انجام بدن اینه که در رو روی بقیه باز کنن. فکر میکنم وارهول درهای خیلی زیادی رو برای هنرمندا باز کرد. I think all pictures are great.